سرده، باید گرمش میکردم. خیلی هم خوبه، باید تو تقاضاتون رو تموم کنید برای بالایی ها دسر درست کنی. ناراحت نشو شیر خانم، من دوست ندارم غذای سرد بخورم. بده برات گرمشون کنم. نه لازم نیست، ممنون. من میخوام بگم مراد نزدیک بود بیفتم. بشیر، ما میخواییم بریم آنکارا. با ماشین؟ آره، بابام میاد ولی سمر خانم نمیتونه بیاد. حالا حدس بزنید چرا نمیاد؟ فیروز خانم بعد از مرخص شدنشون از بیمارستان میان اینجا. چه مصیبتی. دیگه اشتهای غذا خوردن ندارم. سمر خانم گفت اتاق ورودی رو میدن به مادرش. آره، اگه خودش آمادش کنه مشکلی نداره. پاشو بشیر، مهند بکومد. دیدمش. مراد نرو بیرون، هوا سرده. به نظرم موضوع خونه رو به کلی فراموش کنیم، چون هرچی بیشتر استارت کنیم علمی بهش بیشتر لج میکنه. من و بیستان امروز با هم حرف زدیم، فکر نمی کنم مامانم بخواد دیگه اونجا بمونه. خوبه، فردا میگیم وکیل فیروز خانم بیاد اینجا. باید در این باره بیشتر دقت کنیم، باید ببینیم چقدر دیگه قرض داره. معذرت میخوام، من میرم بخوابم. اول میرم آشپزخونه ببینم چرا دسر نیوردن. شب بخیر. ممنونم، شب بخیر. شب بخیر. وقتی دید داریم در مورد یه موضوع خانوادگی حرف میزنیم رفت. چه خانم محترمی. همینطوره. عدنان، من دوست ندارم قرضی مامانم رو پرداخت کنی. این قرض برای همه ماست سمر، قرض خانواده. او، شب خوش خانم. شب شمام خوش. کجا؟ میرم تو اتاقم که بخوابم. فکر کنم قضیه برات سنگین بوده. شب بخیر. وقتی فیروز خانم اومد کسی در این مورد باهاش صحبت نکنه. اجازه بدین خودم درستش کنم. معذرت میخوام که دیر اومدم. سلام مهند. به نظرم به موقع اومدی. قضیه همونیه که شنیدی. هممون جمع شدیم که عدنان رو راضی کنیم قرضه مامانم رو پرداخت نکنه. خواهش میکنم سمر، تو سمر زیاگیل هستی، من پرداخت نمیکنم. این تویی که پرداخت میکنی، تو عضوی از خانواده ما هستی. بشین مهند. انگار مادر زنم دوستم نداره. اشکال نداره، ناراحت نباش، دسر رسید. از بیستان شروع کنید چون دو نفره. جوری حرف میزنی انگار مامانشی. اون نمیتونه مامانش باشه. ولی مامان اینا رو نمیذاش بخوری، میگفت چاق میشید. خب چاقی هم بد دردیه دیگه. دوازده، نوزده، آهان، همین اتاقشه. صبح بخیر. آوردن تو بخش فیروز خانم، خوشحالم. چطوری مامان؟ امیدوارم که تو این کیف لوازم آرایش برام آورده باشی. نمیخوام اینجوری برم بین مردم، از این قیافم خسته شدم. آوردیمش، مگه میشه نیاریم؟ حالت چطوره؟ خدا رو شکر. بیسان، زود از لباسه بیمارستان راحت هم کنی. ببینم لباس خواب واسم آوردی. معلومه حالش خیلی بهتره. اگه لباسات نباشه کلافه میشی؟ بس دیگه، مسخرم نکنید، میخوام لباس عوض کنم. اصلا قصه نخور، ما درستت میکنیم. این خوبه؟ ای بد سلیقه، نمیتونستی یه رنگ دیگه برام بیاری؟ اشکالی نداره. تنها اومدین؟ کسی با تو نیومد؟ عدنان بیک کجاست؟ وقتی تو مراقبت توی ویژه بودی اومدن دیدنت، همه ی خانوادشون.
حالا هم همه سراغتو میگیرن و حالتو میپرسن. چرا ناراحت نباش. بس نکنید، زود آماده شو قبل از اینکه دکتر بیاد. اینا رسیده ای بانکن برای پولای پرداخت شده، ولی این تو این پرونده قرضای بزرگه. قسمت زیادیش پرداخت شده. بله درسته، قرض واسه چند نفره، خیاط و راننده. مبلغ کمی نیست ولی از بقیه کمترن. خب با این حال جای شکرش باقیه. باشه، حسابشون رو صاف میکنی. تا روزی که حال فیروزه خانم بهتر بشه من مسائل مالی رو درست میکنم. اگه تو شرکت قدیمی مالک بیک مشکلی پیش اومد منو خبر کنید. چشم قربان. مشکل حل شد. چند روز تو مراقبت های ویژه بودم؟ حدود 10 روز. 10 روز؟ چطور اون حادثه پیش اومد؟ من نمیدونم چی شد. شاید رانندگی کردن یادم رفته، چون همیشه با راننده میرم بیرون. یکم بی احتیاطی کردم. موقعی که داشتم رانندگی میکردم یه اسمس برام اومد، داشتم میخوندمش که یهو شما میدونید که خونه رو فروختم. نترس، ما همه چی رو میدونیم. بذار هلمی بیک اونجا خوشحال باشه. اصلا نمیشد، اونجا خیلی شلوغه مامان. درسته، اصلا این خونه نصب بود دخترا. من از قبل قصد فروششو داشتم، ولی توش خاطرات زیبایی رو گذروندیم. بهتر که ازش راحت شدیم. آره. من باید برم. کجا؟ میرم پیش دکترم، قراره برم سونوگرافی تا ببینیم بچه دختره یا پسر. حتما دختره، قلبم اینو میگه. دختری مثل تو. کارم که پیش دکتر تموم شد برمیگردم. باشه. وایسا، منم باهات میام. دیدی چه زود ازم خسته شدی؟ همتون دارین میری؟ میرم از بوفه قهوه بگیرم. منم میخورم. خدافظ مامان، سعی میکنم زود بیام. عجله نکن. این کار میکنه که خودکشی کرده. نمیخواد کسی بفهمه. اون نمیخواد حقیقتو به ما بگه. نمیتونه بگه، ولی از کاری که کرده میترسه. این موضوع منو خیلی ناراحت میکنه. بهش فکر نکن. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ خیلی نگرانت شدم. خواهش میکنم از اینجا برو. آخ فیروزه، نمیدونی چقدر دلتنگت شدم. دیوونه شدی؟ دخترم اینجاست، برو. سمر به هم خبر داد که بهتر شدی. من بعد از تصادف باش حرف زدم. اون همه چیزو میدونه. تو چجوری بهش گفتی؟ خودش پرسید، منم بهش گفتم. آخه تو چطوری؟ اون باید بدونه ما به هم علاقه داریم تا با ما مخالفت نکنه. نمیدونم چطور جرأت کردی با اجازه کی این حرفا رو زدی. فیروزه، من دوست داشتم که بدونه. اگه میخواستم بدونه خودم بهش میگفتم، منتظر تو نمیشدم. من دوست داشتم ما رو بفهمه. ما؟
چیزی به اسم ما دیگه وجود نداره، باید درک کنیم. همه چیز تموم شد. اون دفتر خیلی وقت بسته شده. دوباره داری همون کارو تکرار میکنی. چرا سعی میکنی من از خودت دور کنی؟ چون میخوام این مسئله رو تموم کنم. خب برای چی؟ الان دیگه مانعی جلومون نیست. شوهر نداری و لازم نیست نگران دخترات باشی. خواهش میکنم فیروزه، بذار جلوی مردم با عشق زندگی کنیم. بعد از این همه انتظار، این حق ماست. کدوم عشق؟ به خاطر اینکه ازدواج کرده بودم اون علاقه پایدار مونده بود، چون شوهرم همی خواسته همو فراهم میکرد. از تو چیزی نمیخواستم، خودت خوب میدونی که نمیتونی اون زندگیو که دوست دارم و فراهم کنی. ولی من دوستت دارم، ما هم دیگر رو دوست داشتیم. منم اون لحظه هاییو که باهات بودم و دوست داشتم، ولی از این به بعد دیگه نمیخوام ببینمت. خواهش میکنم برو، دیگه هم نیا. ولم کن، خواهش میکنم واسه همیشه برو. خواهش میکنم. معرفی میکنم، فیروز یوروغلو. همون خانومی که میشناسیش. فکر میکنی چقدر میشناسیش؟ اصلا شاید نشناسیش. ایسان رفت؟ آره رفت. اینطوری راحتی یا تختو بیارم پایین؟ نه خوبه. سمر، من دوست دارم که زود خونه رو خالی کنید. باشه. همه ی وسایل رو بفروشید. هیچ کدوم رو نمیخوام، میخوام از همه چی خلاص بشم. ذهنم رو پاک میکنم. کار راحتیه، نگران نباش. من دوست دارم وقتی از بیمارستان مرخص شدی بیای پیش من. چی گفتی؟ برای یه مدت باید مراقبت باشم. بعد از اینکه این خبر قشنگو شنیدم، احساس میکنم حالم خیلی بهتر شده. زندگی تو ویلای عدنان بیک حتما بهشته، حتی یه دقیقش. یه دوش میگیریم بعد زود میریم بیرون، نه مادمازه؟ نه حال، لمیس خانم خسته است. نه میرم بیرون، بذارید یکم قدم بزنیم. بالاخره کار خودشو کرد. این اتاقش هم هست. اتاقا کنار هم دیگه است. خوبه، میشه اتاقتون رو ببینم؟ مادمازه ای فوزو، خیلی قشنگه. برو بیرون، میبینم اتون. خداحافظ. بشیر اینجا رو ببین. بابا بیا اینجا رو نگاه. قشنگه. این اتاق برای شما صد نمبر. نه نمیشه،
این اتاق برای توه. من و بابا پیش هم میخوابیم. آره پسرم. حالا در این یخچال رو باز کن ببینم چی توشه. کاش من این شکلات رو میخوردم انرژی میگرفتم واسه مسابقه. بفرمی. چی شده عزیزم؟ رسیدین؟ رسیدیم. الان تو هتلیم. سفرتون چطور بود؟ خیلی خوب بود. همونطور که نهال گفت. تازه قشنگتر از اون. تو چی کار کردی؟ من تو خونه یه مامانم. الان دارم وسایل رو جمع میکنم. یه چیزایی رو برای یادگاری نگه میدارم. فقط خودتو خسته نکن. قبل از اینکه مامان مرخص بشه باید خونه رو خالی کنیم. حالش چطوره؟ خیلی بهتر شده. حتی ازم پرسید سالن ورزش تو بیمارستان هست، خسته شده. دکتر گفت که فردا مرخصش میکنه. مراد چی کار میکنه؟ خوشحاله؟ خیلی خوشحاله. امشب تمرین داره، فردا هم مسابقه. از طرف من ببوسش. فردا قبل از مسابقه بهش زنگ میزنم. باشه عزیزم، بعدم با هم صحبت میکنیم. تو خونه خیلی کار داری؟ دیگه تموم شده، دارم میرم. خیلی دلم برای تنگ شده. منم همینطور، دوست دارم. کیفو الان تو ماشین از سمر خانم. من چوب گلف بابا رو میخوام، برام بذارش تو ماشین. چشم. وقتی میان وسایلو ببرن بالا سرشون وایسا، حواستون باشه چیزی نشکنه. چشم، نگران نباشید. ببخشید وسایل بیرونن، میایی ببینیشون؟ بله با اجازه. الان بفرستشون، بعدم فاکتورشو بده. باشه. همین که فرستادی خبرم کن. خیلی ممنون. الان واقعا داری میری سر کار یا داری جلوی من این کارا رو میکنی؟ از اون موقعی که اومدی تا حالا همش تلفنت زنگ میخوره. مامان اون خیلی پرکاره. آه سلام، خوش اومدی. سلام. میتونم بیام تو؟ حتما بفرمایید. بفرمایید. به خیر گذشت. به سلامتی، خدا رو شکر میبینم بهتر شدی. ممنون، زحمت کشیدین اومدیم. شاید من خیلی دیر اومدم ملاقاتت. دوست نداشتم قبل از اینکه بهتر بشی بیام. هر روز از بچه ها حالتو میپرسیدم. اون همیشه بهتون سلام میرسوند. در کل ممنون از توجهت. فیروزه خانم، من واقعا متاسفم. از کاری که هلمی کرد خبر نداشتم، خیلی دیر فهمیدم. نه ما و نه مامان دوست نداریم در مورد این موضوع حرف بزنیم. همه چی تموم شد، فراموشش کنید. حتما به زودی همه چیز درست میشه. از امروز تو رفتار هلمی فرق زیادی میبینید. ما منتظر رفتار هلمی بیک نیستیم. ما میدونیم چی کار کنیم. بچه ها شروع کردن به خالی کردن خونه. در اولین فرصت خونه رو تحویلتون میدیم. تو خوب میدونی بیسان، همه این مسائل تقصیر من بود. آره میدونم، ما اصلا دوست نداریم در مورد این موضوع صحبت کنیم. همه چی تموم شد، اینا رو میگم که ناراحت نباشید. آره درسته، اوضاع داره بهتر میشه. مامان دوست داری عکس نوتو ببینی؟ به خدا باورم نمیشه. آخرش تونستیم عکسشو بگیریم. جونم عزیزم، مادر بزرگ عکسشو دیدی؟ نه خواهش میکنم، به این کلمه عادتش ندین. باشه بهش میگیم فیروزه خانم صدات کنه. عزیزم به زودی به دنیا میاد و ما رو خوشحال میکنه. این دستاشه میبینی؟ حتما مثل باباشه.
انقدر خسیس نباش، چرا نمیری برق کار بیاری؟ از کی تو حالا تو این کار شدی ها؟ حتما میترزی از جیب خودش آره. خرج کنه. خانومی، محافظت و صلاحیت این خونه یکی از کارهای اختصاصی منه، فهمیدی؟ ولی عدنان بک مثل تو فکر نمی کنه. صلاح خونه در اینه که الان پول خرج کنی، فهمیدی؟ اینجوری باید مشکلات این خونه رو حل کنی. فردا که فیروز خانم اومد متوجه میشی. حالا ببین، همینطور نشستید و راجع به اون بنده خدا که هنوز نیومده حرف میزنید. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ گوش کن، اون هر چی باشه مادر سمر خانومه، فهمیدی؟ دیگه کافیه. زود باش، تو نمیخواد این کارا رو انجام بدی. برو به جمیله بگو بیاد اینجا. تو برو تو آشپزخونه، فردا صبح زود باید راه بیفتی، اینجوری به کارات نمیرسی. زود باش، زود باش دیگه. سایلا، سر رایدون برق روشن کن. باشه، روشن میکنم. فقط یه برق کار کم داشتیم که الحمدلله حالا داریم. تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، میخواستم لباس بشورم، اومدم ببینم بشی لباس کثیف داره یا نه. اه؟ لباس شستن و بلکن، برو کمک مامانت. برو دیگه، زود باش. محمد بک، خوش اومدین. سلام جمیله. آه محمد بک، داد نزنید، سرم درد میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ سردرد دارم، لرزم دارم. معلومه که مریض میشی، هر کس اینجوری بره بیرون مریض میشه. چطور شده پسرم؟ فکر کنم تب کرده. من میرم بخوابم، ببینم تو خونه قرص نداری. مگه میشه نباشه؟ جمیله برو براش بیار. تو برو، من برات میارم. زود باش، باید براش میوه آب بگیرم. تو برو اتاقا رو تمیز کن، برو دیگه. چه قرصیه؟ خیلی ریز نوشته، نمیتونم بخونمش. ببین چی نوشته. آرام بخش، مسکن، پایین اومدن تب. خوبه خوبه، همینو میخواستم، بدش به من. قرص ویتامینم خوبه، براش ببرم. میرم اینا رو بهش بدم، بعد میام آب میوه درست میکنم. خواهر، میخوام یه چیزی بهت بگم، ولی عصبی نشو.
امیدوارم خبر بدی نباشه. نه نه اشتباه نکن، مربوط به جمیله است. جمیله چه شده؟ فقط عصبانی نشو. آه بگو دیگه، کشتی منو. فکر کنم اون بشیر رو دوست داره. از کجا فهمیدی؟ چیز مهمی پیش نیومد، من اینو امروز فهمیدم. چند دقیقه پیش تو اتاق بشیر دیدمش، داشت لباساشو بو میکرد. گناه داره، معلومه این دختر خیلی دوستش داره. والا خودم هم شک کرده بودم. جمیله دیگه بزرگ شده، بشیرم واسه خودش جواهریه. از کجا معلومه؟ شاید با هم ازدواج کردن. یعنی نمیشه؟ چی بگم؟ حواستو جمع کن، در این باره با هیچ کس حرف نزن، حتی با خود اون دوتا. در باره ازدواج چیزی نگو تا ببینم چی کار باید بکنم. این تموم شد. تو انبار بازم داری، میتونی بری برداری. دیگه چیزی نگی، فهمیدی؟ آماده ای استاد؟ آره آماده. بده منم یه خورده بزنم. حالا بریم. به به، چه بوی خوبی میاد. بوی پسرته. به نظرتون کارشون تموم شده؟ نه بابا. نهال درو باز کن. بفرما، دیدی گفتم. ببخشید بابا. حالا اشکال نداره، فقط دیر نکنید. ما رو ببخشید، به زور تونستم نهالو از بازار بیارم، به خاطر همینم آماده نیستم. حتما داخل همه مغازه هم رفته. مگه غیر از اینه؟ تمرینات چطور بود؟ باید میدیدیش لمیز خانم، بهتر از بازیکنای معروف بازی میکرد. آفرین به تو. انگار خیلی وقت بازی میکنه، خیلی خوشحالم کرد. ممنون بابا. ما میریم، شما بیایید. باشه، فقط زود، ما گشنم. زشت پسر، عجله نکنید، راحت باشید. حتما زود میاییم. ای خدا، چرا اینجوری بهش گفتی؟ حالا تو شب باید اینجا بایسیم. راست میگم دیگه. گل سرمو پیدا نمی کنم. آه پیدا شد. لمیز خانوم. بله عزیزم. اینطوری مواد خیلی قشنگه. مرسی، ممنون. جمعش نکن، اینطوری خیلی بهتره. همیشه موقع کار میبندمش، عادت دارم. ولی الان که کار نمی کنیم، ما الان تو تعطیلاتیم. او نه نمیتونم. فقط امروز رو بازش کن، خیلی بهت میاد. آخه اینجوری راحت نیستم. حرفمو رد نکن، فقط امروز رو خواهش میکنم، به خاطر من. باشه، فقط زود باش. آماده شو، موهاتو درست کن، پای منتظر. باشه چشم. عزیزم خوب همش بزن نسوزه. باشه. فکر کنم بهتر باشه از این سوپ به سمر خانمم بدم بخوره. میخوای به اون بیچاره غذای مریضا رو بدی؟ سالاد آماده است، کار دیگه ای هم دارید؟ برامون ماست خیار هم درست کن. ماست خیار خیلی خوب. چشم، هرچی که دستور بدی درست میکنه. میخواستم بگم بشیرم صدا کنید، یادم رفته بود که الان خونه نیست. وقتی نیستش جاش خیلی خالیه. فکر کنم هممون همین حسو داشته باشیم. درسته، رفتارش تو این خونه از همه بهتره، بدون اون نمیتونم کار بکنم. ماشاءالله پسر خیلی زرنگیه. زرنگ؟ خیلی مؤدب، محترم،
خوش معامله کسی که زنش بشه. انگار جزئی از خانواده شونه، یعنی چی که هر جا میخوان برن گردشون رو با خودشون میبرن. به نظرتون دارن چیکار میکنن؟ نظر چیه باهاشون تماس بگیریم؟ چرا که نه؟ فردا مربیای باشگاه ها میان دیدن مسابقه. خوبه، واسه اینکه استعدادای درخشانی مثل منو انتخاب کنن. خوبی مادر؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. دوستت تو تیم اینطور نیست؟ تو تمرینات دیدمش. آره، اونم با خانوادش اومده. ازش خوشت اومده؟ ساکت شو. از خونه تماس میگیرم. الو؟ عصر بخیر بشیر جان. بگو ببینم خوش میگذره؟ جاتون خالی، خیلی خوبه. بگو ببینم چی کار میکنید؟ هیچی، با عدنان بیک نشستیم. زنگ زدم حال تو بپرسم. نمیخوام اونا بشنوند. هر وقت تنها شدی به هم یه زنگ بزن. باشه، حتما. بشیر قصد نکن، بده من گوشی. عدنان بیک میخواد صحبت کنه، بفهمید. عدنان بیک میخواد با حرف بزنه. عصر بخیر عدنان بیک. اتاق فیروز خانم آماده است یا هنوز؟ بله آقا، همه چیز آماده کردیم. اتاق؟ درباره یه اتاق میپرسه. خوب تمیزش کردیم، همونطور که سمر خانم میخواست مرتبش کردیم. تمیز آماده است. خسته نباشین، سمر حالش خوبه؟ یکم خسته است، خودت میدونی که اوضاع چطور بود. الانم تو اتاقشه. عالیه، پس همه چی مرتبه. مهند بک یه خورده مریضه. غیر از این چیز دیگه ای نیست آقا. مهند خونه است؟ بله عدنان بک، از وقت اومده گرفته خوابیده. مگه با شما صحبت نکرد؟ نه، با من حرف نزد. بلا به دور باشه. امیدوارم خوب شه، بعدن باش حرف میزنم. شب بخیر. شب شما هم بخیر آقا، شب بخیر. به همه سلام. سلامت باشی. چی شده بابا؟ باز دوباره کی مریض شده؟ مهند یکم سرما خورده. حقش، میخواست با ما بیاد. مراد، این چه حرفیه؟ خب باش. راستی امروز حوالت بشرا بود. کجایی مهند؟ من تو راهم. من خونم. خیلی کار داشتم، یکم دیر کردم. 5 دقیقه دیگه میرسم خونه. زود بیا که با هم بریم. بشرا، من حالم خیلی بده. دروغگو. به خدا دروغ نمیگم. باور نمی کنم. واقعا الان خونه ای؟ دیوونه شدی؟ ببینم نکنه با کسی دیگه ای قرار داری. به خدا اگه همچین چیزی باشه دیگه باهات حرف نمیزنم. بشرا، من نمیتونم تکون بخورم. مراقب خودت باش، بیام پیشت؟ نه، امشب و نه. خواهش میکنم. بابت کادوی قشنگت ممنون. خوشت اومد. خیلی قشنگه. تو محل کارم برام آوردنش، خیلی ازش خوشم اومد. به شادی استفاده کن. واسه امروز نقشه های زیادی داشتم، فکر نمیکردم تولدم و تنهایی جشن بگیرم. دوست داشتم پیشت باشم. حتما برات این روزا جبران میکنم، دیگه نمیتونم حرف بزنم. باشه عزیزم، فردا باها تماس میگیرم. بخواب و خوب استراحت کن که زود خوب بشی. تولدت مبارک. سلامت باشی. خداحافظ. سمر خانم، غذا حاضره. جمیله داره میز و میچینه. این غذا رو برای کی میبری؟ برای مهند، یه خورده سوپ میبرم. مگه مهند خونه است؟ بهتون نگفتم، یادم رفت. مهند قبل از شما اومد خونه و حالش خیلی بد بود، واسه همین زود رفت خوابید. منم براش سوپ درست کردم، بلکه حالش بهتر بشه. انشالله که چیزی نیست. انشالله. آقا مهند، برات سوپ درست کردم، پاشو دیگه، پاشو بخورش. نمیخوام. نمیشه، زود بلند شد، تا گرمه باید بخوریش. شهیره دارم میمیرم، ولم کن. این
این چه حرفیه که میزنی؟ بلند شو بخور ببین چقدر زود حالت خوب میشه. دارم میلرزم. مهند ببینم تو حالت خوبه؟ دارم میمیرم. سمر خانم قضا نمیخوره، آخه نمیشه که گشنه بمونه. بابا جان ولم کن دیگه، من درستش میکنم. پاشو ببینم خودتو لوس نکن. من نمیتونم چشمو وا کنم، ولم کنید. مهند تو تب داری؟ بهت میگم که حالم خیلی بده. پاتو رو نکش رود، خیلی تب داری. ول کن. سردمه. خیلی خستم، تولد بشرام نرفتم. تبت بالاست، چند دقیقه صبر کن یه جوشونده برات درست میکنم که خوب بشی، زود آماده میشه. خودتو اذیت نکن، میخوام بخوابم. مجبوری بخوریش؟ اونها اونجا. اومده. لامیس خانومو نگاه کنید. چه خوشگل شدی. خوش اومدی. من بهش گفتم که موهاشو باز بذاره. اینجوری خیلی بهت میاد. لطف دارین. ببخشید که دیر کردیم. حتما مراد خیلی غرغر کرد. نه بابا من اصلا دهنم بسته بود. مگه میشه حرف نزنه؟ خیلی گرسنمه. الان لمیز خانم شماره نو سفارش میده. ماهی کباب شده به روش فرانسوی. اتفاقا داشتم بهش فکر میکردم. اینی گفتم. بشیر تو چی میخوای بخوری؟ هنوز انتخاب نکردم. بشیر میگم دخترها بعد جوری بهت نگاه میکنن. انقدر شیطونی نکن مراد، ببین چی میخوای بخوری. سیب، انجیر، موز، آناناس. از همه میوهایی که داشتیم استفاده کردیم. بابونه یادت نره. آها، گذاشتیشون تو بابونه. ببینم امشب چی میخوای به ما یاد بدی. فلفل سبزم ریختی؟ آره آره یه مقدار. باید خوب بجوشه. خوب بعد صافش میکنیم. بعد صاف کنیم و با عسل قاطیش میکنیم. با عسل قاطی. دیدی یه چیز جدید از سمر خانم یاد گرفتیم. من یاد گرفتم درست کنم. براش ببر دخترم، زود باش. تو غذا تو بخور، من میبرم. ولی شما غذا نخوردین. بعدن میخورم. نوش جونتون. ممنون. جمیله زود در آسانسور رو باز کن. بودو ببینم جمیله. دختر بیچاره همه تلاششو میکنه که اونا دوستش داشته باشن، ولی اونا نمیفهمن. قلب مهربونی داره. تا دید مهند مریضه رفت پیشش. حالا غذاتونو بخورید. مهند مهند پاشو اینو بخور، برات خیلی خوبه. دستتو بده کمکت کنم. بذار یه متکا بذارم پشتت.
به هم نزدیک نشو، تو هم مریض میشی. توش سم نیست، بخورش خیلی خوبه. خیلی خیلی داغه. یواش بخور. اولش یکم عرق میکنی ولی بعد راحت میشی. خوشمزه است. دستم درد نکنه. میگم من امشب باید زود بخوابم. بله حتما. نوشه جون خیلی ممنونم. هم بازی تیممونه. شنیدم تو هتل بازی های کامپیوتری قشنگی داره. نه از مامانت اجازه بگیر بریم بازی کنیم. جونم میذاری برم سالن بازی ها؟ ولی تو باید زود بخوابی پسرم. یه خورده به خدا زود میام. باشه. کلی تمرام هست بالا میبینم اتون. باشه دیر نکن. من میرم بیرون یکم قدم بزنم. خیلی خب برو. اشکال نداره با بشیر برم. نه برو. دوست داری با ما بیای لمیز خانم؟ زیاد اصرار نکنید، شما برید. باشه بابا. خیلی خوب ما میریم. بریم بشیر. فقط دیر نکنید. چشم. باشه. نهار یه چیزی تنت کن. میرم از اتاق میارم. آسانسور بریم بهتره. این دختره بد جور تو نخته. کدوم دختره؟ بد جنس. یعنی میخوای بگی ندیدیش؟ این چه حرفیه که میزنی؟ من میرم میخوابم، بهتر از اینه که این حرفا رو بشنوم. باشه بابا باشه. عصبانی نشو. هتل خیلی قشنگی، مرتبه. درسته. به نظرتون فردا کی برنده میشه؟ راستش هر دو تیم خوبن، نمیدونم. ای کاش سمر خانم هم با ما میومد. ای کاش. آراستی فیروز خانم چطورن؟ خوبه، به زودی از بیمارستان مرخص میشه. یه زنگ به سمر بزنم. نمیدونم چرا جواب نمیده. الو. سلام جمیله. سلام عدنان بیک. به سمر خانم زنگ زدم، گوشیشو جواب نداد. نمیدونی کجاست؟ فکر کنم تو اتاق مهنده. آخه مهند مریض شده. چه اینطور؟ میخواین بگم که بهتون زنگ بزنه یا منتظر چین که تلفنو برای سمر خانم ببرم؟ نه اولش کن، بعدا باهاش حرف میزنم. هرچی شما بگین. خداحافظ. خداحافظ. چی گفت؟ گفت بعدا تماس میگیری. مهند مریضه، اونم رفته پیشش.
بگم دسر بیارم؟ نه نمیخوام، خیلی ممنونم. نظرت چیه بریم تو بار؟ بریم. اومدم سینی رو ببرم. آره ببر. خیلی عرق کرده. یه لباس بیار کنارش بذار که وقتی پا شد لباسشو عوض کنه. باشه. راستی چند دقیقه پیش عدنان بک زنگ زد، گفت که بعدن باهاتون تماس میگیره. الان باهاش تماس میگیرم. این تعطیلات لازمه، آدم یکم استراحت میکنه. درسته، خیلی وقت مرخصی نگرفتی و جایی هم نرفتی. اگه میخوای استراحت کنی میتونی مرخصی بگیری. برو شهرتون رو یه هوایی عوض کن. من از اونجا هیچ خاطره ندارم که برم. منو یاد خاطرات تلخ بچگی میندازه. بهتره که نرم، مخصوصا که هیچ رابطه‌ای با کسی ندارم و کسی اونجا منتظر من نیست. بهتره که اونجا رو فراموش کنم. مردم اونجا برای من غریبن، خیلی نمیشناسمشون. از وقتی که یه مدت اینجا پیش شما زندگی کردم دیگه واقعا خودم رو مال اینجا میدونم. حق با توه. خیره ایشالیا. سمر زنگ زده. الو. سلام عزیزم، تماس گرفته بودی؟ آره گفتم صدا تو بشنوم. رفته بودم پیش مهند، گوشیمو تو اتاق جا گذاشتم. شنیدم مریضه؟ آره یه خورده، ولی یه چیزی که از مادر بزرگم یاد گرفته بودم درست کردم و دادم خورد. دست درد نکنه. الانم میخوام یه فیلم نگاه کنم. شما چی کار میکنید؟ بچه ها خوبن؟ مراد خوابید. نهال بشیرم رفتن قدم بزنن. من و لمیز خانومم نشستیم و با هم حرف میزنیم. آه پس داره بهش خوش میگذره. همه چی خوبه. امیدوارم خسته نشی از اینکه کنار یه قالب یخ بشینی. بس کن. حتما خسته شدی. نه جونم نترس. ببینم نکنه همه این چیزا رو ترتیب دادی که باهاش تنها باشی. اعتراف کن. آره اعتراف میکنم. سر تو میشکنم. دوست دارم. منم دوستت دارم. شب بخیر. چه شده؟ شب تو هم بخیر. هیچی. سلام رسوند. سلامت باشن. اوه چه زود اومدین. هوا سرد بود به خاطر همین برگشتین. تو رستوران پیداتون نکردیم، گفتیم شاید اینجا باشین. گفتم بیایم اینجا حال و هوامون عوض باشه. هنوز مراد نیومده؟ رفت بخوابه. نظرت چیه؟ ما هم بریم بخوابی؟ باشه بریم، منم خوابم میاد. شما برید، من یه خورده میشینم. شب بخیر. شب تو هم بخیر. شب خیلی قشنگی بود. خیلی ممنونم. شب بخیر. میخوام از لطف شما تشکر کنم لمیز خانم. شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر.
چی شده؟ هیچی، یه چیزی به ذهنم رسید. میدونی وقتی شما رو با بابام دیدم گفتم ای کاش شما با بابام ازدواج میکردی. داری چی میگی نهال؟ چرا همچین فکری کردی؟ نمیدونم چرا، دیدم خیلی به هم میای. فقط یه لحظه به ذهنم رسید. این حرفا رو نزن، خواهش میکنم. متاسفم. سمر، سمر، اینطوری بدن درد میگیره. تو خوب شدی؟ بهترم. نمیدونم چی بخوردم دادی که بهم اثر کرد. خب خدا رو شکر. من گشنم شده، میخوام یه چیزی بخورم. الان حتما خوابیدن، میرم یه چیزی برات حاضر. نمیخواد، خودم یه چیزی ردیف میکنم. اگه یه وقت دیگه ای بود این کارو نمی کردم، ولی الان مریضی. میخوام ساندویچ درست کنم. این موقع شب؟ آه، یه چیزی درست کنم که تا حالا نخوردی. نه، من الان چیزی نمیخورم، فقط کمکت میکنم. چی میخوای؟ خیار شور، گوجه فرنگی. گوجه فرنگی خوبه. باگت یا توست؟ توست.
سمر. خودم درست میکنم. الان به خاطر من خوابت میپره. تو برو بخواب. هر جور راحتی. شب بخیر. شب تو هم بخیر. ازت ممنونم. خواهش میکنم. الو سمر خانم؟ بله خودمم. من پرستار مادرتون هستم. چیزی شده؟ نترسید، چیزی نیست. مادرتون میخواد باهاتون صحبت کنه خانم. باشه. من از محیط اینجا دیگه خسته شدم. این موقع شب زنگ زدی اینو بگی مردم از ترس. واقعا نگرانم شدی. چی شده مامان؟ اگه فقط یه روز دیگه اینجا بمونم دیوونه میشم. با دکترم حرف زدم، به بیستنم زنگ زدم، فردا میان مرخصم میکنن. فردا؟ نکنه اتاقم آماده نیست. یکم دیگه مونده، نگران نباش، فردا همه چیز آماده است. من نمیام، میمونم اتاقتو حاضر کنم. باشه، صبح هم دیگه رو میبینیم. باشه، میبینمت. خیلی ممنونم. مامان راحته، از اتاقش خیلی خوشش اومد. هنوز خیلی چیزا کم داره دخترم. مامان بسه. مامانو با آمبولانس آوردن. خوبه، ای کاش پیشتون بوده. نهاد همه یه کار رو کرد، رسوندش اینجا، بعد رفت سر کار. فهمیدم. شما چی کار میکنید عزیزم؟ رفتین باشگاه؟ نه، مسابقه ظهر. اول صبحانه میخوریم بعد میریم. بهش بگو برام دعا کنه. شنیدی؟ شنیدم، براش دعا میکنم. ایسان اگه میشه اون کیفو به هم بده. ما امشب خونه ایم. باشه عزیزم، به سلامت برگردیم. یه لحظه بذار با فیروز خانم صحبت کنم. باشه الان بهش میدم. عدنان میخواد باهات حرف بزنه. بدش به من. سلام عدنان بیک. سلام فیروز خانم، میبینم که بهترید. این از لطف شماست. از اینکه تو خونت ازم پذیرایی کردی ممنونم. شما مهمون نیستی، خونه دخترتی. انشالله که تو خونه جدید راحتی. شک ندارم همینطوره. امیدوارم سلامت باشی. شب میبینمت. خداحافظ. فیروز خانم پیش ما موندگار شد؟ آره. بهتره که بر نگردیم خونه. نظرتون چیه همینجا بمونید؟ نه حال زشته، موقتا پیش ما میمونه. خدا کنه همینطور باشه. شوخی کردم. میخوان یه بالش بذارم پشتتون؟ همینجوری خوبه. دارم براتون شیرینی میپزم. سلیمانم داره براتون پیراشکی آماده میکنه. نه نه اصلا. من همش خوابم و تکون نمیخورم. دوست ندارم 100 کیلو بشم. هرچی لازم داشتین صدام کنین. کاتیا باهاشون برو، با همه جای خونه آشنا شو. خیلی خوب، بیاین. جایی هست که کاتیا اونجا بخوابه؟ نه، میره تو حیاط زیر درخت میخوابه. خب معلومه که هست. مامان اینطوری راحتی؟ راحتم بیسان، فقط خفهم نکنید، همینجوریشم نفسم تنگه. برید بیرون بذارید یکم نفس بکشم. زود باشید، زود باشید. صبح بخیر همگی. مهند خدا رو شکر سالمی. چرا نگفتی مهند خون از سمر؟ چون یادم نبود. پیشتون نمیشینم به خاطر اینه که مریضم. چت شده؟ سرما خورده، اوضاعش بد بود. امروز خیلی بهترم، از لطف سمر خانومه. که اینطور، پس خوب شد سمر آن کارا نرفت. بذار ببینم تب داری؟
تب ندارم. از اومدنتون به اینجا خیلی خوشحال شدم. با اومدنتون رنگ و بوی خاصی به اینجا دادی. منم از اومدنم به اینجا خیلی خوشحالم. من پیش بینی میکنم که تو این خونه روزای خوبی و پیش رو داری. همینطوره. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. میرم بالا که بتونین راحت استراحت بکنید. خداحافظ. به سلامت مهند، خیلی ازت ممنونم. اگه کاری داشتین من تو اتاقم. با مهند چی کار کردی؟ خیلی خوب شده، باهاش آشتی کردی؟ مجبورم، آخه توی یه خونه زندگی میکنیم. ولی بهت یه نصیحت میکنم، زیاد باهاش صمیمی نشو. من خوب درکت میکنم که میخوای تو این خونه همه دوستت داشته باشن. حواست باشه که فکر دیگه ای در موردت نکنن. نمیفهمم منظورت چی؟ گوش بده، مهند بچه ی عدنان بک نیست، یعنی اون مثل پسرت نیست. اون یه پسر خیلی جوونه، شاید رابطت با اون و صمیمیتت شوهرتو ناراحت کنه. چه رابطه ای مامان؟ امکان نداره مهند به همچین چیزی فکر کنه. بیسان، مگه یه خورده پیش تبشو نگاه نمی کرد؟ یعنی من عکس العملشو ندیدم؟ حق با ثمره، مهند اینطوری فکر نمی کنه. ولی اگه عدنان بکی همچین چیزی ببینه یه فکر دیگه ای می کنه. این چیزا کسی رو به خطا نمی اندازه جز تو. درست حرف بزن. بس دیگه، بحث نکنید. این چه حرفیه شما می زنید؟ من اشتباه حرف نمی زنم. هر مرد مسنی که با دختر جوونی ازدواج می کنه همیشه نگرانشه. بایدم بترسه. برای شوهرت نگرانی به وجود نیار. من فقط دارم نصیحتت میکنم. مامان لطفاً همین الان این بحث رو تمومش کنید. خواهش میکنم. ها، خوب شد یادتون افتاد یه فنجون چاییم بیاری. آخه شما نگفتین. خیلی خوب، بذارش اینجا. اوضاع طبقه پایین باید عوض بشه. بفرمایید. ممنونم جمیله جان. نوشه جان. ممنونم، من نمیخوام. از غذا خوشت اومد سالم خان؟ این غذا همش دست پخت منه. بازم بریزم؟ نه ممنونم، سیر شدم. نوش جان. امشب بخواب تو اتاق سهیلا تا فردا یه اتاق انتخاب کنم. باشه، خوبه. درسته اتاقا کوچیکن ولی راحت و آفتابگیرن. تو نگران نباش، توش راحتی. تحفه ها کی میان؟ منظورت با کیه؟ نه حال خانم و مراد. هی. غیر قابل تحمله. وقتی اومد پیش ما دیدمش خیلی عصبی و اخمو بود. لمیز خانم هم همینطور. خدا به سمر خانم رحم کنه. سلیمان آروم باش. گوش کن، ببین چی دارم بهت میگم. حواست باشه، تو این خونه حد خودتو نگه دار. اجازه نمیدم در مورد افراد این خونه اینطوری حرف بزنی و هرچی از دهنت در بیاد بگی. وضع من و شما یکیه. هیچ کس اینجا مهمون نیست. هممون براشون خدمتکاریم. این کار ماست. ما باید به همشون خدمت کنیم. ببین، ما تو این خونه همه با هم یه خانواده ایم. نهال مثل دخترمه. هیچ وقت اجازه نمیدم در مورد اون و هیچ کدوم از افراد خونه اینطوری حرف بزنی. وقتی در مورد اونا حرف میزنی حواست به حرف زدنت باشه. باشه، فهمیدم. معذرت میخوام. دفعه آخرت باشه دیگه اینطوری حرف میزنی. خیلی خوب دیگه، کافیه. دعوا درست نکن سلیمان. خوبیه چند روزی مهمون ما هستن و بعدم میرن. بذار همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه. پیراشک میخوای؟ نه نمیخوام. سالم خان، بیسان خانم میخواد بره، لطفا ماشین آماده کن. باشه، ازتون سپاسگزارم. دستتونم درد نکنه. نوشه جان. من میرم کاتیا. صبر کن، منم میام. گوش کن،
مثل مهمون باش رفتار نکن، نظر هرچی میخواد بگه. عصبانیم نکن. من عصبانیت کردم؟ مگه رفتارای اونا رو با ما نمیبینی ها؟ چی شده؟ هیچی، تو برو به کارت برس، برو. سعی میکنم فردا بیام ببینمت. باشه. مواظب خودت باش مامان. نگران من نباش، تو مواظب خودت باش. ناراحتم از اینکه تو هتلید. اونجا اوضاعتون خوبه؟ بله مامان، راحتیم. با نهاد حرف بزن، بذار زودتر یه کاری بکنه. نمیشه که اینطوری بمونید. بهتره یه خونه بخره یا اجاره کنه. باید یه فکری برای این موضوع بکنه. من نمیدونم آیندتون چی میشه. به فکر اعصاب منم باش. باشه مامان، حتما یه کاریش میکنیم. خدا نگهدار. به سلامت. نگران نباش، وقتی در مورد شما صحبت میکنه یعنی حتما خوب شده. دیدی چه جوری حرف میزنه؟ انگار ما بیدلیل تو هتلیم. معلومه که تصادف روش اثر کرده، یادش رفته که چی به روزمون آورده. میخواد بهش فکر نکنه که راحت باشه. ما هم باید سعی کنیم اون موضوع رو فراموش کنه. شنیدی که چی گفت؟ گفت رابطه ما با مهند کم کنم، وگرنه این موضوع عدنانو ناراحت میکنه. خداحافظ عزیزم. خداحافظ عزیزم. کاتیا دیگه سفارش نمی کنم، مواظب به مامان. چشم خانم. خانم بعد از مسابقه هم یه عکس با هم میندازیم. باشه. یک دو سه. ما برنده شیمونه. آماده این؟ نگاه کنیم. پک نزنیم. آها یه عکس دیگه. خیلی خوب، الان تموم میشه. بابا جون میشه یه عکس با من بندازی؟ تو رو خدا گروهت رفت. سخت نگیر، هنوز مسابقه شروع نشده. باشه بیاین. خیلی خوب بریم. تو اینجا خب تو بیا اینجا بشین، من میشینم پیشت. خیلی خوب، آماده؟ یه لحظه صبر کنید. چی کار میکنی؟ اینطوری قشنگ تره، یادگاری آن کارا. میشه به مادرتون نزدیکتر بشی؟ اینطوری خوبه؟ خوبه. یکی دیگه؟ تمومه. برام دعا کنید. موفق باشی قهرمان. موفق باشی عزیزم. موفق باشی. بریم بگردیم. دیدن خیلی خسته میشم. اومدم خانم. حتی وقتی غذا میخورم نمیخواد، دیگه نمیخورم. حوصله‌ام سر رفت. سمر تو اتاقشه؟ بله، صداش کنم؟ نه لازم نیست، خودش میاد.
مهند اینجا چی کار میکنی؟ یادت رفته مریضی؟ زود باش بیا تو وگرنه بدتر میشی. دیوونه شدی؟ نباید بیرون بشینی، هنوز مریضی. حالم خوبه. لباست هم که کمه، الان تبت میره بالا. نمیخواد نگرانم باشی. نه ترس، میخوام تبتو بگیرم. ممنونم، گفتم که حالم خوبه، تبم قطع شده. معذرت میخوام. من فقط ناراحتم چون با مراد نتونستم برم. فیروزه خانم چطوره؟ خوبه. فکر کنم اومدن. خودشونن. خدا رو شکر. رسیدن بخیر. ممنون. جامت کو قهرمان. چی شده؟ عدنان بک اومد. آینه رو بدش به من. رسیدن بخیر. خوش اومدین. ما باختیم. میدونم، مهم اینه که تلاشتو کردی. چه فایده تلاش علکی کردی؟ نه عزیزم، مهم نیست که باختی، مهم اینه که دنبال آرزوات رفتی. مسابقات هم برد و باخت داره دیگه. همش به نفع اونا، به ضرر ما حساب میکردن. به نظر من بی خیال بسکتبال شو. چی؟ اگه مسابقه بعدی رو ببازی چی به سرت میاد ها؟ موضوع اصلا این نیست. تمام راه نگذاشت حرف بزنیم، نگذاشت بخندیم. عزیزم دلم برات تنگ شده بود. بریم تو. بریم. سفرتون چطور بود؟ خوب بود. باور کن داور با اونا بود. مگه نه خواهر؟ درسته، اینا باید مسابقه رو میبردن. برای ما تو یه قهرمانی. دیگه چی میخوای؟ جام میخواستم که نگرفتیم. خوش اومدین. ممنون. مامان بیداره؟ بله خانم. مراد بیا بریم بالا. نه حال، اول باید به فیروزه خانم سلام کنیم. عصر بخیر. عصر بخیر. عصر شما هم بخیر، خوش اومدین. ممنون، بهتر شدین؟ همینطورم که میبینی. خدا را شکر بهترین. خیلی ممنون. مزاحم که نشدیم. نه بفرمایید. به سلامتی بهتری. سلامت باشی. رسیدن بخیر. پس جام کو. ای بابا باختیم. آه خیلی ناراحت شدم. لازم نیست بپرسید، ما زنگ زدیم و نتیجه رو گفتیم. ولی کسی چیزی به من نگفت. چند ساعته هیچ کس رو ندیدم. مهند بک و سمر خانوم هر کدوم رفتن بالا. خب هر کسی رفت تو اتاقش، منو تو اتاق خودم تنها گذاشتن. خوب شد که اومدین، حوصله‌ام سر رفته بود. همونطور که شنیدین من دختر بعدی شدم. استغفرالله. بیچاره مراد، دیدی چقدر ناراحت بود. تعریف کن چی کار کردین. ساکا رو آوردی داخل؟ بله آوردم. اون کارا قشنگه. همه جا رو دیدین؟ جای خاصی نرفتیم، فقط وقتی رفتیم باشگاه یکم شهر رو تماشا کردیم. ما رو به هم معرفی نمی کنین؟ حتما. بشیر، کاتیا همراه فیروزه خانم اومده اینجا. خوش وقتم. منم همینطور. اسم همدیگر رو شنیده بودین، حالا هم رو در رو آشنا شدیم. خوشبختم. زود باش تعریف کن، هتل چه جوری بود؟ چه غذاهایی داشت؟ قشنگ از اولش تعریف کن. صبح از اینجا رفتین و بعد؟ خب بعدش رفتیم روی پل بوسفور، بعد همینطور رفتیم جلو. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش داشت. بابا خواهش میکنم،
تا مسخره بازی در نیاری حالا حرف بزن. دخترم تازه از راه رسیده، خسته است، نمیتونه که انقدر برای تو توضیح بده. برو تو اتاق نهال و کیفا رو باز کن. اوف اوفم نکن، زود باش دیگه، برو به کارت برس. زود بشیر، باید همه چیزو برای مو به مو تعریف کنی. میخوام همه چیزو بدونم. خیلی خوب. خیلی خوب. بیچاره هیچ جا نمیره، دوست داره بدونه بیرون از خونه چه خبره. عزیزم ناراحت نباش، دفعه دیگه حتما تو جامو میگیری. عزیزم ناراحت نباش، با اجازتون ما دیگه میریم. مراد پاشو، بری به مهند سلام کنی. منم الان میام. خب لمیس خانم چه خبره؟ آن کارا خوش گذشت؟ همه چیز خوب بود جز مسابقه. یعنی اوقات خوبی رو گذروندین؟ غذای دیشب خوشمزه بود؟ آره، یه هوای عوض کردیم، خیلی خوش گذشت. پس تفریح خوبی بوده؟ آره، تفریح خوبی بود. خیلی خوشحال شدم اینو شنیدم. با اجازتون من میرم استراحت کنم. به سلامت، تونستی بازم بیا اینجا. نظم زندگیتونو به هم زدم نه؟ میترسم مزاحم باشم. این چه حرفیه؟ چه مزاحمتی؟ بیشتر از این ارزش دارین. ازت ممنونم، به خدا خیلی خجالتم میدی. نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. همونطور که بهت گفتم راحت باش، اینجا خونه دخترته. وکیلم گفت که بقیه یه بدهی و پرداخت کردین، درسته؟ فیروزه خانم اصلا به این موضوع فکر نکن. واقعا خیلی خجالتم دادی. خواهش میکنم. من از خودم خیلی خجالت میکشم. مامان خواهش میکنم. خیلی سعی کردم ولی نشد. باور کنید اصلا پول به چشمم نمیاد. از این روز میترسیدم که حرفای حلمی به کو باور کنید. فیروزه خانم این حرفو نزن، ما اونو خیلی خوب میشناسیم. همه این کارا رو کرد که حرفشو ثابت کنه. چه آدم طماع و عوضیه. منم تعجب کردم که چرا این کارو کرد، ولی خواهش میکنم اصلا بهش فکر نکن، سلامتیت از هر چیزی مهمتره. ممنونم، خیلی ازت ممنونم. میرم بگم غذا رو آماده کنن. ما خوردیم، بچه ها تو راه گشنه‌شون شد. مراد حواس کباب کرده بود ولی من مخالفت کردم. خوب کاری کردیم. پس باشو لباساتو عوض کن. با اجازه فیروزه خانم. خواهش میکنم، راحت باشی. فعلا خدافظ. بازیکناشون هنگ میزد به من، شکمش این هوا بود، داورم اصلا نمیدیدش. ای بابا، باورم نمیشه. اشکال نداره، الان زنگ میزنم به یکی از دوستام که قاضیه. همش مسخره کن، اینقدر سر به سرش نذار، تو راه سرمونو خورد. مثل نهال نشو. مهند به خدا میکشم اتا. نهال این چه شوخیه؟ هنوز خوب نشدی؟ حالم خیلی بهتره، دیروز مثل جنازه بودم. ولی سر حال بودی؟ نه واقعا حالم خیلی بد بود. سمر برام یه چیزی درست کرد، حالم بهتر شد. بهت رسیده نه؟ عجیبه. باور کن بهم رسید. دید وقت خوبیه خودشو جا کنه. حتما میخواد تو رو بکشه طرف خودش. اون خوب از این فرصت استفاده کرده. اومد فضولی کنه. کیفتو خالی کردم، کار دیگه ای با من نداری؟ نه ممنون. جمیله میشه اینا رو لطفا برداری؟ بله حتما. بابا هنوز پیش فیروزه خانومه؟ نه رفته توی اتاقش. اعصابم خورده، میرم بخوابم. شب بخیر. شب تو هم بخیر. دیگه بهش فکر نکن باشه؟ هر وقت خوب شدم بهت یاد میده. این چی میگه نهال؟ میخواد بگه که بازم سمر خانم باید بهش برسه که حالش بهتر بشه. نمیدونه که میخواد مخشو بزنه. تو خسته ای، برو بخواب.
شبت بخیر. اون چه کتابیه؟ تا حالا اینقدر راه برام طولانی نبوده. این طولانی ترین راه زندگی بود. پس دیگه منو هیچ وقت تنها نذار. من که دوست نداشتم تنهات بذارم و برم. حتی یه لحظه هم نمیتونستم. تو با من نیومدی، تو تنها هم گذاشتی. خیلی پشیمون شدم. تو خوش میگذروندی و من به مریض میرسیدم، اونم تازه دو نفر. راستی مهند چطوره؟ یه لحظه برم ببینمش. حق نداری جایی بری، بیا اینجا. این کتابو تا آخر خوندی؟ نه، اگه میخوای ورش دار، من بعدن میخونم. نمیخوام، اینجور کتابا رو دوست ندارم. بلند نشو، بگو چی میخوای من برات بیارم. تو برو بگی بخواب، خیلی خسته شدی، برو بیخواب میشی. میخوای بری بیرون؟ میرم یه خورده میگردم بعدم میام. خول شدی؟ تو هنوز مریضی؟ برو، میخوام لباس عوض کنم. بذار یکم بهتر شی، بعدن هر جا میخوای برو. حوصله‌ام سر رفته، میخوام برم بشرا رو ببینم. واجب نیست الان بری. شب تولدش پیشش نرفتم، خیلی ازم ناراحت شده، باید از دلش در بیارم. پس دیر نکن. باشه، من به خاطر خودت میگم. ممنونم، واقعا امروز احساس میکنم خیلی بهترم. برو، میخوام لباس عوض کنم.